دفعات اول که بعد از دفعه اول بعد از تقریبا 20 روز دفعه دوم میشه که بالاشه یک ماه این طور کشید و دفعه سوم الان نزدیک به 18 ماهی که ازش میگذره و هنوز بلومبه. تو دو دفعه اول از ما فقط یه تعهدی خواستن، نهایتا یه تعهد سنفی که آقا من قوانین نظام سنفی رعایت میکنم و اینکه حالا هر وقت خواستم غیر تعهد رسمی کشوری مغازه‌ام ببندم بیام اطلاع بدم. خب تا اینجاش ما گفتیم آقا به خاطر اینکه ما یه حسن نیتمون رو به کشور و به جامعه و به اماکن نشون بدیم این کار رو انجام دادیم. بعد از این به این مرحله سوم که رسیده پلو به نفع سوم یه تعهدنامه جدیدی رو آوردن که اگر مضمونش به این صورت که خب این جانب حالا فلانی متعهد و ملتزم میشم که قوانین نظام صنفی رو رعایت بکنم و در صورتی که قصد بستن محل کسب خود رو غیر از تعهدات رسمی کشوری داشتم یک هفته قبل به اداره اماکن اطلاع داده کسب اجازه کنم، در غیر این صورت طبق ضوابط و مقررات با من برخورد کنم. این برگه رو ما یعنی این تعهدنامه رو ما رفتیم با چند تا از وکلای خود به صورت دادگستری و چند تا از قضات باشون مشورت کردیم، همشون گفتن که آقا شما آیا قبلا یعنی موقعی که می‌خواستن مغازه‌شون فلون کنن برگه ای نامه ای چیزی آوردن بهتون بدن یا نه؟ گفتیم نه، ما اصلا هیچ چیزی به ما ندادن. مثلا محل کسب کد من ساعت 7 رو به بعد از ظهر فلون شد، 5 رو به بعد از ظهر که همه جا تاریک بود، چون آبان ماه هم بود همه جا تاریک بود و دیگه کسی هم نبود مغازه فلون کرد. بعد گفتن که خب وقتی که این نام این تعهدنامه رو از شما میخوان یعنی اینکه اینا هیچ مدرکی از شما ندارن، میخوان با امضا کردن این تعهدنامه اثبات بکنن که شما خلاف کردید. و مسئله بعدی این که وقتی میگن که آقا شما متعهد و ملتزم میشوید یعنی که تا الان در قوانین نظام صنفی رو رعایت نمیکردید، حالا از این به بعد میخواید رعایت بکنید. و اینکه اون مورد بعدیش هم که مورد آخرش هم که من یک هفته قبل بیام اطلاع بدم، اصلا اومد و شما مریض شدید نمیدونم یک عزیزتون فوت کرده، شما یک هفته قبل از کجا میدونید که میخواید مریض بشید که بیاید اجازه و اطلاع بگیرید؟ ما این موارد خدمت این دوستان اماکن اعلام کردیم، گفتن آن منظورمون همون تعطیلات دینی شماست. گفتم خب پس شما اینو بنویسید یا حداقل همون جوری که قانون نظام صنفی رو تو مجلس می‌نویسن اینم شما ببرید تو صحن مجلس بگین آقا اقلیت‌ها باید بیان از ما اجازه بگیرن. گفتن که نه، این برای ما بار قانونی داره. بار قانونی داره، این تناقض جمهوری اسلامی. از یه طرف قانون خودشون بهشون این اجازه رو نمیده که ایرانی رو هر کی باشه از نون خوردن بندازن، از طرف دیگه رهبر معظم فتوا میده که هر گونه معامله با بهایی حرام است. یعنی همون قانون خودمون هم کشک، بذاریم در کوزه. خب حالا یه سوال دیگه، آیا مراجعین و مشتری های این مغازه، این سوال دیگه، مراجعین و مشتری های مغازه هایی که صاحبشون ایرانی های بهایی هستن و پلم میشن الان، آیا این مشتری ها بیشتر بهایی بوده اند؟ یعنی آیا عقیده دینی بهایی ها تو چگونگی کسبشون در جامعه اثر میذاره که مثلا مسئولان انتظامی رو حساس بکنه؟ اکثرمون توی حتی کمیسیون های اتحادیه از ما کمک میگیرن، خیلی جا با ما مرس، برای حتی خیلی از این دوستانمون که نجار بودن و حتی این میز و صندلی های اداره اماکن نیروی انتظامی رو اومدن دادن اینا درست کردن. یکی از این دوستان ما که نقاش رنگ نمیدونم تو استانداری رنگ فرمانداری رو اومدن ایشو ساخته بود و ما رفت نقاشش بردن اونجا کار کردن. خود من ماشینای نیروی انتظامی ماشینای مال استانداری پلاکش عوض میکنم میارن جلوی مغازه من که من دزگیرش و آژیرش و ایراد داره درست کنم که مثلا مواد مشخص بشه که این ماشین مربوط به ارگان دولتی رو میارن جلوی مغازه بهایی کاراش انجام میدن. عجب. آیا دفعه های قبلی هم که پلم کردن مغازه ها رو به همین دلیل تعطیل کردن که شما مغازتون رو در روزهای تعطیلی بهایی در روزهای محرمه به اصطلاح بسته بودین؟ دفعات قبلی هم که بوده بله، به همین عنوان تعطیلات بهایی مغازه رو بسته بودن. دفعه اولش تو اردیبهشت ما بود پلم کردن، دفعه دوم که تیر ماه بود پلم شد، ولی مثلا مغازه تعدادش کمتر بود. این دفعه که مثلا 5 تا مغازه بود که پلم، ولی در دفعه سوم که شهرستاری 41 مغازه رو پلم کردن، از این 41 مغازه یه نفرش همون روز اول فوت میکنه، در واقع 2 روز بعدش فوت میکنه. اون چند نفر دیگه مثلا یه 3 نفرشون صاحب مغازه هاشون اصرار داشتن که ما حتما مغازه‌مون رو می‌خوایم، اینا مجبور شدن که پروانه کسبشون ابطال بکنن.
با مغازه به صاحب مغازه پس بدن و مثلا فقط از اون مثلا چند نفر دیگه‌شون که باقی میمونن کسایی بودن که اون اول بهشون گفتم این تعهد رو امضا بزنید، نگاه کنید ما از خیلی از شهروندای مسلمان هم داریم تعهد میگیریم، چیز خاصی نیست، شما هم زیرش امضا کنید، که این دوستان امضا کردن بدون که مثلا مشورتی کرده باشن. بعد از این ماجرا ما تازه متن تعهدنامه تونستیم پیدا بکنیم و به یه سری وکلا و عضوات که نشون دادیم، خود اونها همشون اعلام کردن که شما این تعهد امضا نکنید، اینو با این تعهد میخوان برای شما پرونده سازی بکنن. چند روز تعطیلی سالانه دارین در آیین بهایی؟ کلا 9 تا روز در کل سال تعطیلات رسمی بهاییه که در طول سال پخشه. اولیش که مصادف میشه با عید خود نوروز، 3 تا تعطیلیش در اردیبهشت ماست که اول و نهم و 12 اردیبهشت ماست، 2 تا تعطیلی در خرداد ماست که سوم و هشتم خرداده، یه تعطیلی در تیر ماه و ازم بزرگ شما که 2 تا تعطیلی دیگه میفته توی حالا پاییز ما. این میشه یعنی در فصل پاییز بین مهر و آبان معمولا جابجا میشه. طبق قانون نظام صنفی هر مغازه‌دار میتونه 15 روز بجز تعطیلات رسمی کشوری مغازه‌شو ببنده. و عملا با این نقطه رو اگر ما حساب بکنیم که حالا اون اول عید نوروز هم بگیم آقا اون اگه حذفش کنیم میشه 8، یعنی عملا از 15 روز باز 7 روز هم بهایی طلبکار میشن. که تن بهایی مغازه‌دار باز 7 روز هم طلبکار هست از سیستم مثلا قانون دولتی. نمونه دیگه روشن، چی میخواد این حکومت مذهبی از مردمی که دارن زندگیشونو میکنن؟ چی میگه اون رهبر معظم که آزادی در چارچوب قانون؟ این قانون. حالا مغازه‌ای که یه صاحب مغازه داشته 3-4 نفرم کارگر 17 ماه پلمب شده، یعنی 4-5 تا خانواده از نون خوردن افتادن، خرج مغازه بستن هم دارین، جواز کسبتون همچنان اعتبار داره یا اینکه اونم لغو شده و از کی جواز کسب گرفتین؟ سال 80 مغازه، یعنی ما در سال 80 مغازه داریم، از همون موقع هم پروانه کسب تونستیم براش بگیریم و تا سال 99 هم این پروانه کسب اعتبار داره و اصلا خود نیرو انتظامی خودش مستقیما و اصلا نمیتونه هیچ پروانه رو ابطال بکنه، اون چیزی که تو خود قانون تعریف شده. و حتی یه نیرو انتظامی وقتی یه مغازه رو پلمب میکنه تو خود قانون نظام صنفی اومده که این مورد ضعف زمان داره و اون نمیتونه بیشتر از 6 ماه مغازه رو پلمب نگه داشته باشه، ولی الان نزدیک به 18 ماهه که هنوز اون پلمب ها باورجاست.